شما بینندگی ما در دهمین چرت نیوز هستید. دیگه ده بار که نباید بگم عزیزم، لایک و کامنت و سابسکرایب و اینا فراموش نشه. با ما باشید. ایران در جهان پیشتازی می کند، البته از اونوری. پس از آنکه رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی اقتصاد دارایی ستاد تنظیم ایش یه قطار اسم داره چه میدونم کی، پس از آنکه اون مسئول اعلام کرد که به زودی بخش خصوصی قرار است واکسن وارد کند و دونه 250,000 تومان به مردم فرو کند، مینو جون مهرز عضو ستاد کرونا هم اعلام کرد که به سلامتی و مبارکی و میمنت ایران اولین و آخرین کشوری در جهان خواهد بود که واکسن پولی به مردم میدهد، چون تو همه جای دنیا حتی تو قبایل بومی آفریقا و تانزانیا و هایتی و گینه بیساو هم واکسن قرار رایگان توزیع بشه. وی در واکنش به فیلمی که در فضای مجازی پخش شده و نشان می‌دهد که فردی در ایران یک بسته گنده واکسن فایزر را باز می‌کند، زد همش از بیخ و بن تکذیب کرد و گفت اولا که اینجا ایران نیست، زبان فارسی کسی که داره فیلم برداری میکنه چیزی رو ثابت نمیکنه، بعدشم باید طرف رو پیدا کنن پوستش رو بکنن، چون که از مجرای ما واکسن وارد نکرده، الکی که نیست، مملکت قانون داره عزیزم، شما شیتیلتو بده بعد برو هر غلطی دلت خواست بکن. موز به خاطره ها میپیوندد. به گزارش خبرگزاری های خارجی، اخیراً آفتی در اقصا نقاط جهان به درختان موز حمله کرده و زده دهنشون رو سرویس کرده که تاکنون متاسفانه هیچ سمی برای این آفت کارگر نشده و دانشمندان صنایع کشاورزی احتمال دادند که اگر این وضع ادامه پیدا کند به زودی نسل موز منقرض می شود. در پی این خبر مردم همیشه در صحنه ایران اعلام کردند خب به کتف چپمان، وقتی موز کیلویی فلان هزار تومن نمیتونیم بخریم بخوریم، خب بذار منقرض بشه اقلا دست بقیه هم نبینیم دلمون میخواد. در همین راستا انجمن شوهرهای کمتوان ایران طی بیانیه ای از این خبر ابراز نگرانی کرده و گفتند اگه موز نباشه نتونیم شب آخر هفته بخوریم، پس چطوری ببخشید از شرمندگی زنمون در بیاییم. آقا تو رو خدا یه کاریش بکنین دیگه، بنیاد خانواده هامون در خطره. در حالی که مردم ایران 8شان گروی 9شان است و برای 100,000 تومان خرج زندگی باید به هر دری بزنند، خبر آمده که محمد رضا گلزار بازیگر خود ستاره و خوش‌تیپ و هندسام پندار ایرانی بابت مجریگری در یک برنامه اینترنتی مبلغ 18 میلیارد تومان دریافت خواهد کرد. انجمن دختر دبیرستانی های کشت مرده گلزار که به کراش خود وابستگی شدید دارند و همگیشان متفق القول شبها خواب نشستن با گلزار سر سفره عقد را میبینند، اعلام کردند که قربونش برن نوش جونش گوش بشه به چسبه به تنش. عزیزم حسودی نداره که، عشقمون جگره، نفس هرچی بهش دست موز بدم بازم کمشه. اعضای انجمن فوق از آنجایی که شارژ اینترنتشون تموم شده بود و 5,000 تومان هم نداشتن که دوباره شارژش بکنن، پس از چند دقیقه از فضای مجازی پرت شدند بیرون. در همین راستا کارگران و کارمندان و بازنشستگان که ماهی 2.5 میلیون تومان حقوق میگیرند به افق خیره شده و خیره ماندند. دیگر اینکه در پی درگذشت محسن قاضی مرادی، هنرپیشه سینما و تلویزیون، همه ی آدم معروف های فضای مجازی سعی در چسبانیدن خود به مرحوم و تعریف خاطرات مشترک و فتوشاپ کردن خودشان در کنار نام برده نمودند. در همین حین بهار راهنما بچه نونور اینستاگرام دست همه را از پشت بست و با رفتن به خانه مرحوم و گرفتن عکس یادگاری با همسر وی آس خود را رو کرد.
در این عکس با شکوه در حالی که همسر مرحوم با حال نزار و چشمان پف کرده نشسته است، بهار قشنگه با کلی آرایش و بتونه و موهای آرایشگاه رفته و شینیون و اینجور چیزا، در حالی که لبخند دراز گنده ای روی لب دارد و دستش را جوری گرفته که اپل واچش حتما دیده شود، عکس خوشگل میگیرد تا بتواند با این عکس کلی لایک و کامنت و اینام جمع بکنه، قیمت تبلیغاتش رو ببره بالا. فکر کرده ما نمیدونیم انجمن هنرمندهای سال خورده ایران هم از کلیه سلبریتی های ایرانی درخواست کردند که پس از وفاتشان لازم نیست بروند اونجا و سلفی با لبهای قونکی اینجوری بگیرن. توی این دنیا که پدرشون رو در آورده، لااقل یه کاری بکنیم متوفا روحش آسایش داشته باشه. کشور دوست، برادر، عشق، نفس، جون، چین که با کرونایش پدر دنیا را درآورده، هفته گذشته اعلام کرد که متاسفانه واکسن‌های تولید این کشور کیفیت خیلی خوبی ندارند و حتی اگه بزنی هم ممکنه دوباره بگیری. لامصبا واکسنشون هم مثل بقیه جنسایی که میدن دست دنیا بنجله. مسئولین ایرانی هم هول کردند و زنگ زدن به چینی ها و گفتن جون مادرتون هیچی نگین دیگه، صداشو در نیار، تا ما همین 4 تا دونه واکسن هم به زور از شما خریدیم، وگرنه هیچ کشور دیگه به ما واکسن نمیده که. جون مادرتون، حالا ما جبران میکنیم، شما تکسیب بکنین، ما این چند تا رو به مردم فرو کنیم دهنشون بسته بشه. چینی ها هم چشم های ریزشان گرد شده و گفتن بابا شما دیگه کی هستین؟ دست شیطون رو پستین. حسن روحانی، رئیس جمهور بامزه ما، در سخنانی خیلی جدی گفت اگر بگوییم 10 سال اخیر که خیلی اتفاقی افتاده به دولت‌های من، دهه پیروزی و نجات ملی ما بوده، اشتباه نگفته ایم. تحلیلگران سیاسی و اجتماعی که کرکوپرهایشان از این حرف ریخته بود، در پیامی به وی گفتند نگو حسن جون، از شما بعید، نگو بذار ریا نشه سلطان. مردم خودشون میفهمن که چقدر بهشون تو این سالا خوش گذشته. البته قبلش هم داشت خوش میگذشت، ولی تو این دهه دیگه خیلی خوشی از حد بیشتر شد. ما به خدا عادت نداریم انقدر خوش باشیم. فقط ببخشین احیانا شما ما رو هیچ، ولش کن، بریم خبر بعدی. و خبر دیگر این که چند روز پیش فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که در آن چند جوان در یکی از شهرستانها طرح محدودیت تردد را دور زده و با الاغ به خیابانها آمدند. مامورین راهنمایی و رانندگی هم که طبق معمول می‌خواستند یکی را جریمه بکنند و درآمدی حلال برای دولت جور کنند، پس از متوقف کردن آنها هر چقدر که زیر پوزه و زیر دم خرارو گشتن، نتونستن پلاک وسیله نقلیه رو پیدا کنن و از آنجایی که پلیس حواسش به همه چیز هست، خرها را اعمال قانون کرده و به پارکینگ منتقل کردند. خرهای بیچاره هم طی بیانیه‌ای ضمن ابراز ندامت اعلام کردند که بابا ما تا حالا فکر میکردیم ما خریم، ولی انگار صاحبای مشنگ ما که واسه خودشیرینی و فرار از قانون سوار ما میشن میرن تو خیابون، از ما خرترن. ما رو ول کنیم بریم به زندگیمون برسیم. خب اونا رو بندازین تو طویله، یعنی واسه ما خرام آبرو نذاشتن این خوشمزه های مجازی. و یک خبر ورزشی، در اقدامی عجیب در یکی از مسابقات وزنه برداری شرق آسیا، برگزار کنندگان به مقام های اول تا سوم این رقابت ها به عنوان جایزه سماور دادند. در پی این رخداد مسئولین ورزش کشورمان زدن تو پیشونی خودشون و گفتن او شت اوف، چرا به عقل خودمون نرسیده بود این ایده عالیه؟ ما که پول نداریم، خب بعد از این به قهرمانای ورزشی کشورمون قالپاق پراید و دستگیری کتری و لنگ دمپایی اینجور چیزا میدیم، حرفی هم زدن میگیم چیه؟ خارج هم همین چیزا رو میدن دیگه، ما که همه چیمون شبیه خارجی هست. این هم روش. بود چرت نیوز امروز و امشب که تقدیم شما شد. ممنون که ما رو همراهی می‌فرمایید. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.